یادگاری خورشید خودش رو تا بالای آسمون شیراز کشیده بود و آفتاب می سوزند بچه های آفتاب سوخته گوشه و کنار خوابگاه پرسه می زدن. کف سیمانی حیات داغ بود و به جز سایه درخت چنار که وسط حیات ایستاده بود همه جا آفتاب بود خلیل اون روز ناراحت بود برای همین گوشه ی حیات رو سنگی نشسته بود و به دیوار تکیه داده بود چند لحظه چشماشو بست و تو فکراش غرق شد اگه به بابا بگم ناراحت میشه ولی خب مگه میشه همه هدیه ببرن و من چیزی نبرم کسی که نمیفهمه ولی آخه همینجوری هم که نمیشه نشست و نگاه کرد با همین فکرات تکونی خورد و بلند شد و آروم خودشو از پله های سنگی بالا کشید و به راه روی تنگ طبقه بالا رفت. اتاقای مسکونی خوابگاه با قد و قواره های کوچیک یکی یکی تا ته راه رو تنه به تنه هم در خواب ظهر بودند. پدر در انتهای راهرو رو روی دوزانو نشسته بود. با احتیاط دیگه غذا رو که رو گاز سفری قرار داشت به هم میزد. خلیل برای اینکه پدر از ناراحتیش بوی نبره سلامی کرد و تند خزید داخل اتاق. اتاق کوچیک ده متری مثل یه چارپای کوچیک و رنجور بود که بار زیادی بر دوشش باشه. تمام وسایل یه خانواده مهاجر رو در خودش جا داده بود. گوشه اتاق عبدالله برادر کوچیک خلیل چارزانو نشسته بود و پشت به کمد چوبی با گردن خمیده به خواب رفته بود. نور خورشید از پنجره به داخل اتاق تابیده بود و خط روشنی روزیلو انداخته بود. به جاستیکتی که ساعت پیر که رو تاخچه لب پریده نشسته بود، صدای دیگه ای شنیده نمیشد. خلیل چشمش که با آینه افتاد نگاهش رو صورت درهم و گرفته خودش قفل شد. چند بار چشم و ابروش کج کچ کرد تا ببینه که در آینه چه شکلی میشه اما حوصله نداشت. نمیدونست چه کار باید بکنه چون همش در فکر هدیه مدرسه بود. امروز روز آخر هدیه بردنه. از هفته پیش تا امروز حتما بیشتر بچه ها هدیه های خودشونو به آقا معلم داده ولی من هنوز نه. خلیل وقتی نگاش به صندوقچه قهوه مادرش که گوشه اتاق بود افتاد غمش بیشتر شد آروم به طرف اون رفت و درش رو باز کرد در با ناله ای خشک جیر جیری کرد و باز شد خلیل هر وقت دلتنگ میشد سر وقت وسایل مادر میرفت این بارم لباس های صندوق رو کنار زد و به جعبه کوچیک ته صندوق رسید جعبه چوبی مال مادرش بود لباس ها رو با فشار بیشتری پس زد و جعبه رو از صندوقچه بالا کشید زیر تاخچه نشست و در جعبه رو باز کرد همه چیز سر جای خودش بود آینه کوچیک و جانماز و تسبیح شونه و عطر و قرآن کوچیک و همه اینها بوی مادر رو میداد کمی که گذشت در اتاق به آرومی باز شد و پدر که معلوم بود در رو با کمر هل داده از پهلو و دیگ به دست داخل شد آن خلیل کجایی بابا؟ روزنامه ای چیزی بند از رو زمین تا این دیگو بذارم روش خلیل تون جعبه چوبی رو بست و کنار گذاشت پارچه بزرگی رو برداشت و چند بار تا کرد و کنار پای پدر انداخت پدر گفت این عبدالله چرا اینطوری خوابیده عبدالله پاشو بابا سفره پهن شد عقب نمونی عبدالله چشمای سرخ شده شو نیمه باز کرد و در حال خواب و بیداری گفت ها باشه الان و باز پلکاش پایین افتاد اما وقتی خلیل دستاشو گرفت و بلندش کرد و نشوندش دیگه دراز نکشید سفره که پهن شد خلیل کنار کشید تکیه شداد به دیوار و زانواشو بغل گرفت پدر چند بار قاشق چوبی رو تو دیگ گردوند و کمی از آب غذا رو چشید به دیگه آشپز بهتر از من کجا پیدا میشه در همین حال چشمای پدر رو صورت در هم خلیل ایستاد با نگرانی ظرفی رو که دستش بود زمین گذاشت آن خلیل کجاهایی؟ خلیل کمی جا خورد ها؟ هیچی پدر دستشو با کهنهی پاک کرد سر وقت صندوق رفته بودی؟ خلیل حرف پدر رو قطع کرد هیچی به چیز این وسایل مادر نگاه می پس بگو یاد مادر افتادی خلیل به دیوار خیره شده بود پدر که کمی رنگ صورتش قرمز شده بود گفت خب گذشته جنگ این چیزها رو هم داره بمباران خرابی و بعد برای عوض کردن حرف خندهی کرد و گفت خب حالا به حساب این نهار میرسی عبدالله عقب نمونی بابا خلیل بیا جلو عبدالله نمکدون از گوشه اتاق برداشت و اومد نشست کنار سفره اما خلیل گفت من اشتها ندارم حالا نمیخورم اه چرا بابا دیگه چی شده؟ چیزی نیست خلیل دو دل بود که حرفشو به پدر بگه یا نه پدر باز پرسید چیزی شده پسرم؟ ولی جواب پسر سکوت بود خلیل با تو هم؟ ها چیزه؟ و بعد مجبور شد که ادامه بده یعنی هیچی آقا معلم هفته پیش سر کلاس گفتن که به خاطر هفته جنگ هر کی دلش میخواد تا هفته بعد هدیه برای جبه بیاره بچه هم همه با هم قرار گذاشتن چیزی ببرن گره صورت پدر باز شد و لبخند به صورتش دوید ای بابا پسر جون تو که پاک ما رو ترسوندی خیال کردم چه اتفاقی افتاده خب پدر جون این که قصه نداره یه چیزی وردار ببر دیگه تازه اجبارم که نکردن میدونم پدر ولی آخه پدر نزاش حرف خلیل به آخر برسه ناراحتی نداره آسمون که به زمین نیومده غصه نخور پولش با من خب نه پول نمیخوام آخه چرا؟ خلیل تو دلش گفت نه بابا نداره اون برای مریضی عبدالله چند روز پیش قرض گرفت نه از بابا چیزی نمیگیرم پدر نفس بلندی کشید و ایستاد بعد رفت به طرف خلیل و پیش اون نشست چند دستشو به پشت اون زد و گفت خدا بزرگ بابا میرسونه قصهشو نخور خب حالا بگو ببینم چقدر پول میخوای خلیل برای جمع کردن حرفا گفت اصلا هیچی خب حتما که نباید ببرم فعلا باشه بعد خبر میکنم خالیل تصمیم خودش رو گرفته بود ساعت دوی بعد از ظهر شده بود که از اتاق بیرون زد و راهروی تنگ خوابگاه رو رد کرد و پایین رفت پاش که به حیات خوابگاه رسید باد گرمی به پوست قهوه صورتش خورد گوشه از حیات کنار رختای آویزون شده روی بند کتاباش و زمین گذاشت و روی اونا نشست زانواش رو بغل گرفت و لباش و روزانو فشار داد و نگاهش رو تو محبته حیات ولو کرد چند زن و دختر دور شیر آب دایره زده بودن و ظرف و لباس می شستن. بچه های قد و نیم قد با موهای جولیده و صورت کثیف دنبال مرغ و خروس های رنگارنگ تو حیات می دویدن و با خنده جیغ می کشیدن. خلیل بالاخره با تردیدی که تو دلش بود درگیر شد و کنارش انداخت. تکونی خورد و سر پای استاد. کتاباش زیر بغل زد و راه افتاد. از در خوابگاه زیر تابلوی که روش نوشته شده بود خوابگاه شهید جهان آرا بیرون زد. 20 دقیقه به زنگ بعد از ظهر مونده بود و خلیل میتونست فاصله خوابگاه تا مدرسه رو پیاده بره. خیابون خلوت بود و ماشینا و موتورها تک و توک هی می اومدن و رد میشد. خلیل خیابون زند و به طرف فلکه شهدا و فلکه انقلاب گرفت و به افتاد. هنوز به فلکه و زندان کریم خانی نرسیده بود که صدای آشنایی شنید. آی خلیل! خلیل! این رو نگاه کن. صدا صدای عبود بود که تندوتی سوار بر دوچرخه از راه رسید عبود همکلاسی خلیل بود انگار همیشه میخندید اونم مثل خلیل صورتی قهوهی و موهای زبر داشت عبود بازم صدا زد به پربالا خلیل زود باش جای معطلی نبود خلیل دوید و کتاباشو تون زیر پیرنش کرد و بیون که دوچرخه وایسه خودشو به ترک عقب اون رسوند و با دستش زین دوچرخه رو گرفت و سرعتشو کم کرد. روز این پرید و از پشت چناهای عبود و چسبید. سلام حالت برو عبود تندر کرد رود دوچرخه سر صحبت باز شد ابود با حالت نیمه فریاد گفت خلیل میدونی که امروز چه روزیه خلیل آروم گفت آره راستی حواست به جلو دوچرخه باشه یه وقت زمین نخوری عبود که انگار نشینده بود گفت تو چی آوردی؟ هیچی بابا عبود از کنار یه وانت رد شد و پشت چراغ قرمز با دهنش صدای ترمزی در آورد و کنار یه پیکان نگه داشت. یه پاشو رو زمین گذاشت و سرشو به طرف خلیل برگردند. امروز آخرین مهلت بود. شاید آقا معلم سر کلاس حرف بزنه. خلیل گفت: آره. چراغ سبز شد. برو. عبود همه سنگینی و زورش رو به پای راستش داد و دو چرخه رو به راه انداخت. چیزی نگذشت که از چهارراه زند گذشت و نرسیده به فلکه انقلاب نزدیک خیابون انوری به در چوبی بزرگی رسید عبود به شوخی داد کشید مدرسه راهنمایی شاهدای بسیج نبود آقا و بعد در حالی که به طرف پیاده رو میپیچید با دهنش برای مردم پیاده رو بوق زد بیب بیب و خلیل فقط خندید دوچرخه از رو پل پیاده رو گذشت و لحظه ای بعد داخل حیات شد حیات پر بود از حیاهوی بچه ها. وقتی دوچرخه گوشه ای در کنار یک درختی ایستاد خلیل نفس راحتی کشید و در حالی که هر دو پیاده میشدن عبود گفت ب پسر نمیدونی چه چیزایی آوردم وقتی به پدر و مادرم گفتم که میخوایم هدیه ببریم حسابی افتادن به کار خب چیکار کرده عبود که صورتش گل انداخته بود گفت با کمک دوست و آشناها یه عالم دستکش و جوراب جور کردن دیگه کار منم راحت شد خلیل با تحسین نگاهی به صورت او انداخت و آروم با خودش گفت خوش به حال چند لحظه بعد صدای کشدار زنگ به گوش رسید و بچه ها تک تک و دست جمعی را افتادند به طرف راه رو عبود گفت بریم خلیل چهرش در هم رفت و گفت ببین عبود من چیز من نمیخوام بیام سر کلاس اه برای چی؟ خب بعدا شاید بهت گفتم عبود گفت آقا معلم حاضر غایب میکنه ها تازه مگه دوست نداری هدیه بچه ها رو ببینی؟ نه یعنی چرا؟ خب حالا تو برو شاید منم اومدم قبل از اینکه عبود بره خلیل بسته رو از جیبش بیرون آورد و بازوی عبود رو گرفت راستی عبود یه دقیقه سب کن ببین وقتی رفتی سری کلاس این بسته رو بده به آقا معلم از من به بچه ها هیچی یا فقط اینو بده به آقا معلم میدی؟ عبود فقط سرش رو تکون داد و با تعجب گفت باشه میبرم ولی باشه حیات مدرسه کم کم خالی میشد عبود با سر خداحافظی کرد و رفت خلیل برای اینکه دیده نشه دوربرش پایید و به گوشه ای از حیات رفت بعد کس کرد و آروم رو پاش نشست و سرشو بالا گرفت و به دورهای آسمون خیره شد به جسته که ابر تنهایی که در آسمون پرسه میزد

بچه ها یکی یکی از در کلاس داخل می شدن و پشت نیمکت ها می نشستن. آفتابی که به روزنامه های چسبیده شده به پنجره کلاس می تابید اتاق و رنگ زد زده بود. ابود با سرعت از راه رو به داخل کلاس پیچید و به بهانه پاک کردن تخته آروم بسته ای رو که دستش بود رو میز آقا معلم گذاشت. هر گوشه کلاس هیجان بود و پشپش پش و خنده که یکی از بچه ها با سرعت داخل کلاس شد و داد زد بچه آقا معلم اومد. کلاس کمی جمع و جور شد اما سر و صدا هنوز بود وقتی معلم در چارچوب در ظاهر شد مبصر کلاس خودش رو جمع و جور کرد و ایستاد و با دست روی میز کوبید و محکم گفت برپا کلاس ایستاد و بعد با حرکت سر معلم همه آروم نشست معلم پشت میز که نشست بسته ای رو دید که روش نوشته شده بود فقط آقای تابش در این پاکت را باز کنند امضا خلیل داوری معلم اول خودش رو بعد عینکش را جابجا کرد و با دقت بستر رو باز کرد ابود برخلاف همیشه این بار ساکت و کنجکاف سر جاش نشسته بود و جی کم نمیزد کمی که گذشت معلم صندلیش عقب داد و از پشت میز بلند شد و ایستاد و چند بار با پشت انگشت روی میز زد بچه ها ساکت ساکت بچه ها کمی ساکت شدن ولی هنوز چند نفری حتی صدای معلم رو هم نشنیدن معلم دوباره رو میزد زد توجه کنید بچه ها. کلاس تقریبا ساکت شد خب قرار بود از هفته پیش تا امروز دیگه همه هدایای خودشون آورده باشن یکی از بچه های ریزه از تای کلاس دست و صداش با هم بالا برد و داد زد آقا ما بگیم معلم پرسید چی شده؟ چی رو بگی؟ بگیم که اجازه بگیم که بگیم چی آقا؟ شما خودتون بگید چند از بچه ها با دست جلوی دهنشون رو گرفتن تا خندشون معلوم نشه شاگرد دیگه از گوشه ای کلاس گفت اجازه آقا هاشمی میخواست یه گوسفند برای هدیه بیاره سر کلاس شاگرد بغل دستی صداشو بالا برد اه اه اجازه بیخود می آقا ما گوسفندمون کجا بود و بعد در حالی که هم خندش گرفته بود و هم عصبانی شده بود از پشت گردن نفر جلویی با انگوش به دوستش اشاره کرد که یعنی سب کن بیرون تو میرسن معلم کمی جدی تر شد صحبت نباشه؟ ساکت تمومش کنید اجازه آقا هدیه ها زیاد بودن؟ آقا اجازه؟ معلم حرفشو برید سب داشته باشید چرا گوش نمیدید؟ اینطوری که کار پیش نمیره بالاخره سر و صدای کلاس تموم شد معلم شروع کرد به قدم زدن تو کلاس نگاهی به شعارا و شکلکای همین که بچه ها رو تخته کشیده بودن انداخت بعد سر تا پای کلاس رو دوباره ورانداز کرد و پرسید مبسر کلاس یکی از بچه‌ها که یه سر و گردن از بقیه بلندتر بود یه دفعه مثل فنر از جا پرید و سیخ ایستاد و محکم گفت اجازه بله آقا داوری کجاست خلیل داوری اجازه نمیدونیم آقا نیومده یکی از بچه‌ها از تایی کلاس رو کرد به عبود و گفت اه. عبود تو حیات که با تو بود پس کجا رفت عبود وار؟ معلم به عبود اشاره کرد و پرسید چی شده؟ شما خبر داری؟ ابود سرشو آروم بالا آورد و آب دهنشو خورد داد و آروم گفت اجازه؟ آقا؟ ما؟ معلم گفت آره؟ تو؟ از داوری خبر داری؟ آقا؟ نه یعنی چرا؟ متوجه نشدم بلند شو وایسو و راحت حرف بزن عبود؟ نیمی نشسته نیمی ایستاده گفت راستش داوری الان تو حیات آقا تو حیات چرا؟ عبود گفت اجازه آقا ما هم همینو گفتیم ولی نیومد معلم به طرف پنجره رفت کمی رو پاهاش بلند شد و به حیات سرک کشید و نگاه کرد برو صداش کن ببینم عبود گفت چشم آقا الان از پنجره صداش میزنم بیاد بالا معلم نگاه تندی به عبود کرد و گفت چی کار میخوای بکنی؟ نمیخواد اینجا که بیابون نیست پله داره بودو ببینم وقت گذشت برگشتی یا؟ چشم آقا الان میاریمش ابود از پشت نیمکت بیرون اومد و خیز برداشت طرف در کلاس معلم کمی قدم زد و بعد رو کرد به بچه های کلاس و لحنش رو عوض کرد خب بچه ها درباره هدایا باید بگم که همه زحمت کشید و خلاصه دستتون درد نکنه باز صدای بچه ها جون گرفت و بالا رد. آقا خیلی ممنون اجازه وظیف معلم آروم با دست رو میزد آره خدا به شما خیر بده تو هدیه ها همه چی پیدا میشه هر کس در حد توانش کار کرده یکی از شاگرده پرسید آقا بعضی بچه ها یه عالم چیزای قیمت دار بله خب زیاد کمک کردن اجر و ثواب زیادی داره ولی در دا این لحظه صدای خشک چریک که دستگیره در کلاس حرف معلم رو برید در باز شد و عبود داخل شد و پشت سرش هم خلیل اومد تو معلم نگاهی بردو کرد و به عبود گفت شما بشین اما خلیل داوری نه خلیل دلش ریخت ابروهاش در هم کشید و انگشتای پاشو تو کفش کتونی محکم به زمین فشار داد با دندون گوشه لبشو گزید و زیر چشمی نگاهی به معلم انداخت معلم گفت داوری بیا جلو ببینم کجا بودی؟ خلیل به سختی خودش رو جلو کشید انگار تنش بود که پاهاشو به دنبالش میکشید پچ پچ و صحبت در گوشی بچه ها دوباره شروع شد معلم چند بار با خودکار رو میز زر بزد ساکت ببینم خب کجا بودی داوری؟ اجازه یعنی خب اجازه آقا تو حیات تو حیات بودیم معلم گفت خب نمیتونی سر کلاس بشینی؟ نه آقا یعنی چرا آقا میتونیم معلم کمی چهرهش رو تو هم کشید و جدی گفت خب پس تو حیات چه کار میکردی؟ خلیل سرشو تکونی داد و گفت اجازه چیز شد چشم آقا دیگه نمیمونیم معلم باز پرسید تو که از برنامه امروز کلاس خبر داشتی؟ نه؟ بله آقا میخواستین درباره هدیه ها حرف بزنیم معلم این بار خنده کرد و گفت خب اگه یه وقت خواستیم هدیه کسی رو به بچه ها نشون بدیم ولی خودش سر کلاس نباشه تکلیف چیه؟ خلیل رنگ صورتش قرمز شد و سرشو انداخت پایین و گفت آقا هدیه ما چیزه؟ آخه نمیشه که یکی از بچه ها گفت آقا اجازه؟ آقا شما که گفتین از کسی اسم نمیبرین؟ معلم جواب داد بله اسم که قرار نبود ببریم ولی خلیل همراه هدیش نامهی هم برای رزمنده ها نوشته و من چون لازم دیدم اونو بخونه اسمشو بردم چی نوشته آقا؟ اجازه ما بخونیم؟ معلم رو صندلی نشست و گفت خودش میخونه بعد کاغذی رو به دست خلیل داد و گفت بگیر خودت بخون خلیل این پا و اون پا کرد آقا اجازه چیزه میشه این دفعه خودتون بخونید؟ معلم به شوخی گفت خط تو رو فقط خودت میتونی بخونی بعد سرشو بالا و پایین برد و ادامه داد معطل نکن خودت بخون بعد نیست بچه ها بدونن بهترین هدیه کدومه بخون زود باش خلیل کاغذو گرفت و بدون اینکه به صورت کسی خیره بشه سرتاپای پای بچه ها رو تا تهیه کلاس فرانداز کرد بعد در حالی که انگشتاشو تو کفشش فشار میداد و جمع میکرد کرد صرفه خفیفی کرد و کمرش راست کرد و شروع کرد به خوندن نامه به نام خدا تو ای برادر عزیزی که در جبهه هستی سلام اسم من خلیل داوریه با این نامه یه هدیم برای شما میفرستم من یه مهاجر جنگی ما قبل از جنگ در محله احمد آباد آبادان زندگی می کردیم. وقتی جنگ شروع شد یه میگه 25 اومد و خونه ما رو با بمب خراب کرد اون موقع بابا سر کارش بود و من و برادر کوچیکم عبدالله تو کوچه بودیم و چیزیمون نشد اما نن صدیقه و خواهر کوچیکم خدیجه زیر آوار موندن خدیجه همونجا شهید شد و مادرم هم روز بعدش تو بیمارستان کاش به جای اونم من میمردم برادرم عبدالله هم بعدا از صدای بمبا ترسید و مریض شد بعضی شبا همینجوری از خواب میپره و جیغ میکشه و بابا رو صدا میزنه دکتر گفته عبدالله ناراحتی اعصاب داره حالا من و عبدالله و بابا تو شیراز هستیم برادر من خیلی خجالت میکشم که شما برای جنگ رفتید خوزستان و اون وقت ما خوزستان و ول کردیم و اومدیم اینجا هر وقت شهیدی میارن ما دیگه بیشتر خجالت میکشیم خواستم بیام جبهه بابا نذاشت همش میگه تو اسای دست منی همش میگه تو یادگار مادرتی میگه من تنها بابا راست میگه از وقتی نن صدیقه و خدیجه رفتن موهای بابا سفیدتر شد کمتر حرف میزنه ولی به من و عبدالله که میرسه همش شوخی میکنه تا به ما بد نگذره میدونید انگار اصلا شهر آبادانی تو کار نبوده انگار همش تو خواب بوده نه اینکه شیراز بد باشه نه اما من دلم خیلی تنگ شده برای محلمون احمد آباد برای مسجد لاری و بچه های مسجد راستی الان کجا هستن؟ دلم تنگ شده برای بوی چولان بوی نیزارای کنار شد جزیره مینو بوی ماهی بوی نفت دلم تنگ شده برای نماز جمعه برای نخلایی که هنوز ایستادن بعضی وقتا که دلم زیاد میگیره میرم سر صندوقچه نن صدیقه، سر وسایل خدیجه چونه و سنجاقای سر و اسباب بازی های خدیجه رو نگاه میکنم عکساشون رو نگاه میکنم و گریه میکنم برای همه شهیدا گریه میکنم نمیدونم بازم روزی آبادان رو میبینم یا نه نمیدونم از تو خرابه ها میتونم خونمون رو پیدا کنم یا نه الان از آبادان برای ما فقط یه اتاق کوچیک در خوابگاه مونده و یه عالم خاطره نمیدونم این روزایی که رفتن برمیگردن یا نه یادش بخیر اسرای آبادان که از احمد آباد می رفتیم زمین شاپوری برای فوتبال از اونجا پالایشگاه با دودکش بلندش پیدا بود یادم اون وقتایی که می رفتیم لب شد بازی می کردیم نفسمون رو زیر آب نگه می یا شنا می کردیم وقت غروب که میشد خورشید مثل یه زرده بزرگ تخم مرغ میافتاد پشت نخلا ابرای کنار خورشید همه خون آلود بود نور قرمز آفتاب از لابلای نخلا می اومد و در سطح شد پخش میشد پخش میشد روی موجای آروم اروند نمیدونم چند تا از نخلای آبادان باقی مونده اگه باشن الان که هنوز هوا گرم و شرجیه خارکا یا همون خورمه نرسیده کم کم میرسن و رتب میشن اگه صدام بذاره راستی من با این نامه یه قرآن و یه به شما هدیه میکنم این قرآن رو ننی صدیقه رو تخت بیمارستان وقتی که هنوز شهید نشده بود به من یادگاری داد از اینکه که کهنست ببخشید ولی ننه صدیقه با دستای خودش ورقاشو به هم دوخته بود من اونو از صندوقچش برداشتم و حالا به شما هدیه میدم خب برادر خوب کاش یه تو آبادان همدیگر رو ببینیم ما ناراحت نیستیم چون میدونیم که پیروزیم محاصره آبادان ان شکسته میشه امام گفتن که باید شکسته بشه ما پیروز میشیم و اون وقت کربلا و قدس رو هم آزاد میکنیم درود بر اسلام دیگه خیلی مزاحمتون شدم خدا نگهدارتون امضا خلیل داوری